محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پیام ویدیویی برای خداحافظی اعلام کرد برخی سیاست ها که خود منتقد آنها بوده را توجیه کرده است. او گفت بسیاری از شما سکوت و یا توجیه برخی سیاست ها و رفتارها که خود نیز نسبت به برخی از آنها منتقد بودم را نپسندیدید و حتی برخی حمل بر منفعت طلبی و تلاش برای حفظ موقعیت کردید. ظریف در پایان سخن خود اعلام کرد مرا ببخشید ولی برای پاسداری از منافع ملی همیشه نمیتوانستم آنگونه که دوست داشتم سخن بگویم و حتی از عملکرد خود دفاع کنم ظریف همچنین گفت که گروهی از مردم از این جمله که خودمان انتخاب کردیم براشفته شدند وزیر امور خارجه ایران سال 99 نیز گفته بود که بسیاری از مردم از این جمله که ما خودمان انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم ناراحت شدند و به او گفتند ما انتخاب نکردیم ظریف همچنین با اشاره به مصاحبه ای که برای اولین بار توسط ایران اینترنشنال منتشر شد گفت که برخی از این مصاحبه محرمانه برای کارگزاران آینده خشمگین شدند او قدم زدن با جانکری استقبال از نماینده طالبان برجام و کنوانسیون خزر و توافق 25 ساله با چین را از جمله مواردی دانست که مورد انتقاد گروههایی از مردم با دیدگاه های متفاوت بود است. هنوز یک سالی از زمستان بیبهار بهار 57 نگذشته است. نهزت های آزادی بخش درست شدند و باند منتظری شیخ اصلی تروریست های تازه نفس مؤسس آن هستند. و محمد منتظری هم صاحب امر و البته پس از کشته شدن اختیار ام در اختیار مهدی هاشمی و باند او افتاد که در مکرر گزارش های ساواک نامش با تروریسم عجین شده بود بعد از 63 کلا عطای نهضت‌های های آزادی بخش مروج تروریسم اسلامی را به لقایش بخشیدند و چهار سالی از درگذشت شاه فقید و شروع جنگ نامقدس و خانمانسوز ایران و عراق میگذشت چه صدام و چه خمینی به اسم اسلام و الله اکبر قرآن به همدیگر موشک پرانی میکردند در این ایام اطلاعات سپاه شکل گرفته بود و کازمی مسئولیت آن را بر عهده داشت و قرارگاه رمضان درست شد که سپاه فعالیت مستقیما برون مرزی را داشته باشد و گروهی هم از کردهای عراق بودند گروه اول بارزانی ها که سرسپردگیشان را با سرکوب کردستان در همگانی با خلخالی و سپاه در 59 پس داده بودند و, بودن و جنایتی در کردکشی نبود که موقت بارزانی ها علیه کردهای ایران انجام ندهند احمد وحیدی که قائم مقام و معاون امنیت داخلی سپاه بود به مسئولیت اطلاعات سپاه رسید البته در دوران محسن رضایی هم به تأسیس وزارت اطلاعات کمک کرده بود و بسیاری از افرادی که از سپاه به وزارت اطلاعات رفتند از همین خط و رفت بودند فعالیت‌های برون مرزی سپاه در عراق شروع شد و پس از به قدرت رسیدن خامنه ای پس از مرگ خلیفه ای اول یعنی خمینی در سال 69 گروه تروریستی سپاه قدس شکل گرفت و وحیدی فرمانده آن بود که تا آمدن خاتمی در 76 ادامه یافت و این دوران است که در آمریکا بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا است و تصور باطل او این است که می توان با ملایان رابطه برقرار کرد. از نظر مطالعات امنیتی در سالهای 62 در دورانی که مسئولیت اطلاعات سپاه در اختیار احمد وحیدی قرار داشت، چه جنایاتی برون مرزی در خاورمیانه اتفاق افتاده که اثر انگشت و رد پایی از وحیدی وجود ندارد. در سال 64 هم که به دستور هاشمی رفسنجانی در مجاری فارلین و ایرانگیت جزء مذاکره کننده ها بود. در وقایع لبنان آیا احمد وحیدی دست آموز تفکر یک جانی بلفطره مانند احمد متوسلیان نقش مخرب نداشت از روزی که احمد وحیدی به فرماندهی گروه سپاه قدس رسید در کدام عملیات تروریستی ناآگاه و یا بدون نقش بوده در ترور شاپور بختیار در واقع انفجار مرکز یهودیان در بوینوس حمله به سفارت اسرائیل و غیره در دوران رابطه پنهان القاعده و جمهوری اسلامی شخص مسئول رابط کسی جز احمد وحیدی بود در پاکستان و افغانستان چه شخصی با ایمان و زواهری دیدار میکرد آیا کسی جز احمد وحیدی بود احمد وحیدی مدتها معاون احمد شهمخانی بود در سالهای 88 در دوران احمدی نژاد وزیر دفاع بوده که بیشترین کمک تدارکاتی برای عملیات تروریستی برون مرزی سپاه قدس را داشت مانند عملیات 2009 که در کالیفرنیا میخواستند جمشید شارمحد را ترور کنند یا در سال 2010 در نیجر که راکت ایرانی به دست آمد یا در 2011 که مأمور سپاه قدس میخواست در رستورانی سفیر عربستان سعودی را بکشد یا 2011 در کراچی پاکستان که مأمور ایرانی دیپلمات عربستان سعودی را کشت یا در 2012 در دهلی نوع هند که مأمور سپاه قصد بمبگذاری داشت تا دیپلمات اسرائیلی کشته شود یا 2012 در ترکیه که چهار سپاهی به اسرائیل حمله کردند یا در 2013 در نپال یک مامور ایرانی دستگیر شد که سفارت اسرائیل را تحت نظر داشت در کدام یکی از این عملیات وحیدی مطلع نبوده حال چنین فردی با سوابق تروریستی بر کرسی وزارت کشور تکیه میزند گرچه میتوان پرسید که کدام وزیر کشور در فعالیت او نقش مستقیم و غیر مستقیم نداشته است علی اکبر معتشمی عبدالله نوری علی محمد بشارتی مصطفی تاجزاده عبدالواحد موسوی لاری، مصطفی پور محمدی، کامران دانشجو، صادق محصولی، مصطفی محمد نجار، عبدالرضا رحمانی فضلی کدام یک گوش به فرمان سپاه قدس و مجری تروریسم اسلامی نبودند. حال قرار است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سال 70 مجموعه شهبانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی است در اختیار یک تروریست قرار بگیرد که توسط وزارت کشور نظارت می شود. بماند که گروهی معمور جلوی دوربین به کذا می نشنند و بنا به ماموریت میگویند که سپاه نقش در سرکوب ندارد آیا یک تروریست اسلامی می تواند شیخ پلیس های ایران باشد احمد وحیدی چه سابقه درخشان و قابل تحملی دارد هیچ پس به قدرت رسیدن یک تروریست در کابینه رئیسی چه پیامی دارد چه امنیتی را می تواند در کشور برقرار کند دیروز یک شنبه 31 مرداد 1400 و در دومین روز از بررسی رأی اعتماد نمایندگان مجلس به اعضای کابینه ابراهیم رئیسی نمایندگان به بررسی سوابق اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات پرداختند. حسین جلالی نماینده رفسنجان که در مخالفت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد با انتقاد از عملکرد او در اتفاقات سال 88 گفت اسماعیل خطیب از سال 70 به مدت 12 سال مدیر کل اطلاعات قوم بوده است. او خطیب را به مماشات با طرفداران جنبش سبز در سال 88 متهم کرد و گفت با طرفداران جنبش سبز جدی برخورد نکرد و ترک فعل یا قصور کرد حسین جلالی به عدم برخورد خطیب با به گفته او طیفهای سنتی و همچنین سکولار حوزه ی علمی قوم که با غرب ارتباط دارند به عنوان سابقه منفی دیگری از او اشاره کرد و گفت خطیب وقتی مدیر کل اطلاعات قوم بوده از کنار این موضوع عبور کرده است اشاره او به طرفداران صادق شیرازی از مراجع تقلید مقیم قوم است که طرفداران خامنه ای او را وابسته به انگلیس میخوانند نماینده مردم رفسنجان در پایان سخنان خود گفت قوم در معرض خطر است و به داد آن برسید با توجه به جایگاه مهم وزارت خطیب میتواند با این کارنامه این وزارتخانه را مدیریت کند با توجه به این سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه مقابله میکند از سوی دیگر نماینده مردم قوم در مجلس شورای اسلامی به برکناری او در دو دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد اشاره کرد و گفت از امتیازات او سابقه ریاست حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی است مشتبا نور در دفاع از خطیب گفت محمد خاتمی به علی یونسی وزیر اطلاعات خود گفته بود که خطیب مدیرکل اطلاعات قوم و همچنین مدیرکل اطلاعات اسفهان را از کند به گفته مشتبه و نور خطیب در دوره احمدی نژاد نیز از مدیر کل ازل و سپس رئیس حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد در ادامه اسماعیل خطیب بدون آنکه به اظهاراتی که مخالفان درباره عمل کرده او کردن پاسخ دهد ابراز امیدواری کرد بتواند در اجرای های امنیتی نظام گامهای جدیتر و تخصصی‌تری بردارد در نخستین روز بررسی اعضای معرفی شده کابینه ابراهیم رئیسی برنامه وزیر آموزش و پرورش بررسی و از مخالفان سطحی توصیف شد مخالفان وزیر آموزش و پرورش بی تجربیگی او را در این زمینه مورد نقد قرار داده و از نبود زنان و اهل سنت در فهرست پیشنهادی کابینه انتقاد کردند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.